ساعت 12:20 شب من دارم ویدیو درست میکنم. همونجور که میدونید من نظرهای همه تون میخونم و میدونم خیلی ها این شبکه رو از موقعی که من ویدیوهای برنامه نویسی نبود، یعنی یه شبکه دیگه داشته به نام بدنسازی طبیعی، که من موقع که شروع کردم بدنسازی چون بخواد اینکه من خیلی لاغر بودم از اون موقع دنبال میکنم. دوستان بعضی هم دوستان اطلاعات بدنسازی بدونن. البته از موقعی که من تو ایران بدنسازی رو شروع کردم، از موقعی که من بدنسازی رو شروع کردم تا الان خیلی دوران میگذره، یعنی یه چیز در حدود 14 سال میگذره. نه دیگه 2012، آره دیگه موقعی که من شروع کردم 2009 بود، الان 2024 دیگه. حالا جمع و تفریقش رو خودتون بکنیم. کلن هیستوری بدنسازی تو ایران خیلی معروفه، ولی بدنسازی تا موقعی که من میدونم فیتنس تو ایران از نظر قرص و دارو خیلی معروف بود. به خاطر همون بود که من اسم شبکه قبلا گذاشته بودم بدنسازی طبیعی. ولی الان میخوام به عنوان یک آدم معمولی، یک آدم طبیعی که میخواد شروع کنه بدنسازی رو به طبیعی انجام بده و چرا اصلا نباید قرص و دارو مصرف بکنید تا زمانی که نرفتید کامپیتیشن مثلا هادی چوپان و خب یه آدمی مثل هانی رامبود که مربی بدنسازی، اون از بیشتر اون خودش مثل یه دکتر میمونه، میتونه به شما قرص تجویز بکنه، قرصای نه تقلبی که تا حالا ایران میفروشن، قرصای که دکتر میده تقلبی نیستش، یه داروخانه خودت تهیه میکنین ارزونتره، ولی خب اون خود تجویز میکنه، خب بدنساز مصرف میکنه میدونید، ولی خب ما دکتر نیستیم و نمیتونیم این دارا رو مصرف کنیم، چون هر دارویی هم که مصرف میکنید آخرش باید پی سی تی انجام بدید، پست سایکل تراپی، و خیلی ضرر داره واسه بدن. من خودم تجربهشو داشتم و خیلی ضرر داره واسه بدن و اصلا به درد نمیخوره. بنابراین اونی که میخواد بدنسازی شروع کنه به عنوان یه آدم طبیعی، اونایی که مثلا سنشون کمه، بین 18 تا 30 ان، خیلی راحت میتونن بدنشون ریکاوری بکنن. دلیل این قرصا بیشتر برای ریکاوری کردن بدنه. چطوری شروع بکنن؟ من اینجا اسکریپت دوباره میگم ننوشتم، این اولین ویدیوی بدنسازی است، میخوام فقط مقدماتش رو بهتون بگم که چطوری شروع بکنید. شما به عنوان یه آدمی که میخواد تازه شروع بکنه نباید فکر بکنید که هر روز باید برید بدنسازی، این درست نیست، چون یه بدن طبیعی دارید. باید بین هر ورزشی انجام میدید یک روز استراحت داشته باشید. حالا شما میگید که من 4 روز میخوام تمرین بکنم یا میخوام 3 روز تمرین بکنم. من خودم 3 روز تمرین میکنم، خب، و میتونید تا 4 روز هم تمرین بکنید، ولی هر باری که میرید بدنسازی بهتره یه روز ریکاوری بکنید. چرا اون ریکاوری؟ ریکاوری یعنی دوباره بدنتون حالت اولش برگرده. پروسه ماهیچه درست کردن به این صورته که شما ماهیچه رو باید بشکافید، مثل یه زخم میمونه. فرض بکنید این ماهیچه است، خب شما وقتی میرید ورزش میکنید یه چاقو میزنید ماهیچه‌تون پاره میشه، یعنی در اصل شما ماهیچه‌تون دارید پاره میکنید. وقتی پاره میکنید این ماهیچه باز میشه، وقتی یه روز استراحت میکنید این جوش میخوره و این جوش ها مثل دستگاه جوش خودشون ماهیچه تولید میکنه، یعنی آهن تولید میکنن. دیدید دیگه دستگاه جوش چیکار میکنه؟ آهن تولید میکنه که اینا جوش بخوره به هم دیگه. و حالا نمیدونم درست میگم یا نه، ولی این جوش خوردن به همدیگه باعث میشه که این ماهیچه‌تون بزرگ بشه. پاره میکنید دوباره درست میشه، پاره میکنید دوباره درست میشه. بعد بینش همیشه استراحت باشه یک روز. چرا؟ چون بدن احتیاج به چند تا چیز داره برای ماهیچه درست کردن. هورمون که مهمترین چیزا، هورمونی که تو داخل بدن هست برای مردا تستوسترون هست، به خاطر اینکه به خاطر همین هم هستش که مردها معمولا چیان از خانوما بیشتر میتونن ماهیچه درست بکنن، ولی در اصل میبینید که مثلا گلوتس یا باسن یا پاشون هیچ وقت به خانوما نمیرسه. چرا؟ خانوما بیشتر پایین تنه تمرین میکنن، به خاطر اینکه هورمون استروژن دارن و هورمون استروژن باعث میشه که بدنشون کروی بشه یا پاهاشون فرم میگیره یا اون باسنی که اونا براشون فرم میگیره برای ما که فرم نمیگیره، برای ما ماهیچه مثل اونا نمیشه. مثلا احتیاج به هورمون دارید، احتیاج به پروتئین دارید، احتیاج به خواب دارید.
و بیشتر ماهیچه هم موقعی که از بدنسازی بیرون هستی درست میشه، نه داخل باشگاه. نباید 400 500 داخل باشگاه باشید، باید 1.5 ساعت مکسیموم داخل باشگاه باشید و تو این 3 روز هم باید هر روز 2 تا تمرین رو با هم مخلوط بکنید. تمرین اول بهش میگن پوشینگ موومنتس. پوشینگ موومنتس یعنی وسایلی که شما هول میدید. وقتی هول میدید به 2 تا چیز فشار میاد، یکی سینه شماست، یکی هم پشت بازوی شماست. اینا فقط برای مرداست البته. وقتی شما یک باربلی رو هول میدید یا یک سیمی رو میگید اینجوری میزنید، یا به پشت بازوی شما فشار میاد یا به سینه شما. معمولا حالا من شولدرم باش قاطی میکنم، ولی خب شولدر خیلی دیگه میتونید با شولدر رو با سینه بزنید حالا. ولی 3 تا تمرین سینه میزنید، 3 تا تمرین پشت بازوی، اینا بهش میگن پوشینگ موومنت. اگه خواستید شولدر هم میتونید 3 تا بزنید، یا اینکه میتونید شولدر رو بزنید روز سوم. روز دوم استراحت، روز سوم پولینگ موومنت، چیزایی که میکشید. حالا چیزایی که میکشید به کجاتون فشار میاره؟ یکی به جلو بازوتون فشار میاره، یکی به لاتستون. لات یعنی بک. وقتی میخواد این بدنسازا اینجوری راه میرن به خاطر اینکه لاتشون گنده شده، بهش میگن بک. بکشون گنده شده و اینا حرکات کششی انجام میده. بعد هر چیزی رو میکشن به سمت خودشون. ببین الان ما یه دستگاهی داریم که اینجوری میکشیم، به بکشون فشار میاد. و دیدی که حالا ما بازم چیکار میکنیم؟ میکشیم دیگه. ببینید که به جلو بازو فشار میاد. پس روز سوم، روز دوم که استراحت، روز سوم میرید به جلو بازو و لاتتون چیز میکنید، فوکوس میکنید. حالا خواستید شولدر میذید روز اول و یا میتونید بنز روز سوم. دوباره یه روز استراحت میکنید. روز پنجم پا میزنید. خیلی از مردا پا رو اسکیپ میکنن، یعنی پا نمیزنن چون سخته. پا زدن برای مرد خیلی سخته، برای اصلا برای همه سخته، ولی چون خانومایی که الان که ورزش کردن بیشتر پا میزنن دیگه براش عادی شده. ما چون هفته یه بار میزنیم برامون سخته و مایچه پای مرد مخصوصا اصلا کلا مال انسان خیلی بزرگه. پا و حالا شکم هم من با هم دیگه میرم. اینا رو میتونید برید. البته پای که میگم کلن پا میگم، یعنی جلوی پا، پشت پای که بهش میگن همسترینگ، یکی هم کالز، اونجایی که پاشنه پا، اونا رو هم باید بزنید. فکر نکنید که اونا همینجوری خود به خود رشد میکنه. این برنامه تمرینی شما باید باشه و این برنامه تمرینی مرد هاست. من خانم نیستم، ولی خانم ها خودشون بیشتر پا میزنن، پا میزنن، حالا تمرینای کلاس دارن. و اگه خانم هستید میخواید برنامه ورزشی خانومی پیدا، خانوم برای خانوم رو پیدا بکنید، بهتر مربی خانوم رو بگیرید، مربی خانوم چیز بکنید، مربی زن انتخاب بکنید، چون من اطلاعی در رابطه باش ندارم. مطلب دیگه که میخواستم تو این ویدیو بهتون بگم اینه که بدنسازی مثل مسواک زدن، مثل باسواد شدن، مثل دوست داشتن یه نفر، زمان میبره. شما ببینید میتونید برید مسواک بزنید یه روز ببینید که دندونتون سفید نمیشه، ولی مسواک رو هر روز بزنید دندونتون سفید میشه. یا ببینید یه نفر رو امروز بهش بگید دوستش دارید، فردا بهش بگید دوباره دوستش دارید، این عاشق شما نمیشه. کارایی که شما میکنید باعث میشه که این عاشق شما بشه. خب مثل تمام قضیه‌های زندگی باید پایدار باشید تو جیم. یعنی از این بهونه‌ها نیارید که من نمیدونم وقت ندارم، من بچه دارم، من زن دارم، من کار میکنم. خب بدنسازی رو باید دور اینا بگردید. من خودم زمانی بوده، ببین الان 12:30، من اگر من زمانی بوده که ساعت 4 صبح رفتم تمرین، زمانی بوده که من 7 صبح رفتم تمرین به خاطر کالجم، زمانی بوده که من 4 صبح رفتم تمرین دوباره به خاطر دانشگاهم، و الان 12:30. یعنی الان اگر مثلا من دیروز تمرین نکرده بودم همین الان میرفتم، چون وقتم آزاده دیگه، دارم ویدیو درست میکنم به خاطر همین وقتم آزاده. پس زمان هست، شما فقط باید مگیم هیچ کسی نمیتونه بگه من 3 ساعت در هفته زمان ندارم. 3 ساعت در هفته بیشتر نیست بدنسازی، و بیشترش هم غذا خوردن و خوابیدن و ایناست. باید پایدار باشید، این تمرین ها رو انجام بدید و پروگرس بودن. یعنی اول حالا 10 کیلو میزنید ماه اول، ماه دوم دوباره وزنه رو یه ذره میبرید بالاتر، ماه سوم دوباره وزنه رو میبرید بالاتر. این وزنه رو بردن بالاتر باعث میشه که ماهیچتون رشد بکنه. و باید پایدار باشید و
هفته اول، اگر تا حالا بدنسازی نرفته باشید، هفته اول بدنسازی خیلی درد داره. ممکنه نتونید بخوابید، ممکنه آرزو درد بگیره، ممکنه فرداش درد شدید بگیرید. این هفته اول تموم میشه. فکر نکنید که هر روز میرید بدنسازی تمرین میکنید اون درد دارید. نه، اینجوری نیست. هر موقع که تمرین نمیکنید، مثلا فرض بگیرید که شما 4 ماه دارید تمرین میکنید، یه هفته تمرین نمیکنید، 2 هفته تمرین نمیکنید، کلا هفته سوم دوباره میرید بدنسازی، دوباره بدنتون درد میگیره. چرا؟ چون یه هفته ول کردید. به خاطر همین هم هستش که اونایی که تازه شروع میکنن درد دارن و فکر میکنن که این درد همیشه همینجوریه. نه، این درد اینجوری نیست. هفته دوم سوم وقتی ادامه میدید کمتر میشه و اصلا درد بهش میگن سورنس، کمتر میشه. نکته سوم که حالا شما میتونید، بهتر مربی بدنسازی دنیا الان خودش ایرانیه که توی آمریکاست، مقیم آمریکاست، بهش میگن هانی رامبوت که مربی هادی چوپان هست. من خودم کانال اونو دنبال میکنم، بهتر کانالشو دنبال بکنید، فکر میکنم کانالشو دنبال بکنید. خیلی زیاد در رابطه با بدنسازی میگه، یکی از چیزایی که میگه اینه که کنترل باید بکنید وزنه رو. فکر نکنید که مثلا فقط اونجا میخواهید برید رفع تکلیف بکنید 5 تا وزنه بزنید و بیاید بیرون. فرم مناسب، یعنی باید فرمتون مناسب باشه، که حالا اینا رو یه زمانی تو ویدیوهای آینده میگم. و باید کنترل بکنید. ببینید بدنسازی پاور لیفتینگ نیست. خیلی اشتباه میکنن. من هنوز تو انگلیسی هم دیدم، میرم بدنسازی میبینم یارو 250 کیلو داره مثلا سینه میزنه. خب بدنسازی وزنه برداری نیست. رضا زاده رو دید؟ رضا زاده هیکل بدنسازی نداره، هیکل هادی چوپان نداره که، ولی قدرتش خیلی بیشتر از هادی چوپانه. قدرتی داره میزنه ولی قشنگی هیکل اونو نداره که. این یه حقیقته، قدرتش زیاده. یعنی میتونه این وزنه 250 کیلو رو ببره بالا چون قدرتی داره میزنه. ولی قدرتی زدن، تکرار نکردن باعث نمیشه که ماهیچه شما زود بزرگ بشه. پس زیاد نمیخواد تمرکز کنید به وزنه. وزنه ای رو باید بزنید که بین 8 تا 12 تا ست میرید و واقعا دیگه نمیتونید بیارید بالا. یعنی 8 تا نرید سریع ول کنید، بعد تا فیلیر برید، یعنی تا اون ناتوانی برید. وزنه ای رو بزنید که دیگه مثلا دست دیگه نمیتونه بیاد بالا. شما فکر میکنید نمیتونید بزنید، مغز میگه که من دیگه نمیتونم، ولی باز میتونید. به مغزتون بگید فشار بیاره و بعد تمرکز کنید رو ماهیچه‌ای که میزنید. حالا مثلا جلو بازو دارید میزنید، تمرکز کنید به اون جلو بازو، کنترل شده بزنید، نه که اینجوری اینجوری بزنید، بعد کنترل کنید، مثلا حسش بکنید. اینا خیلی اصولای بدنسازی هست که توی کانال این مربیای بزرگ میتونید ببینید. ولی بیشتر کار تو اون باشگاه نیست. شما باشگاه رو با خوب تمرین بکنید و وقتی میاید خونه غذای درستابی بخورید. به ازای هر کیلو وزنتون باید 1 گرم پروتئین بخورید مثلا در روز، نه اونم همه رو با هم. مثلا من 80 کیلو هم 80 گرم پروتئین بدنم احتیاج داره اگه میخوام وزنم اضافه کنم ببرم بالا. و همینجوری بهش میگن کالوری سرپلاس. همینجوری غذا خورد، اگه میخواد بزرگتر بشید غذا مثلا امروز ورزش کردید، راه رفتید، 1000 کالری سوزوندید، شما باید 1500 کالری مصرف بکنید یا 1200 کالری مصرف بکنید اگه میخواید بالک کنید. ولی اگه میخواید بسوزونید، نه، اگه 1500 کالری تو جیم از دست دادید، شما باید 1200 کالری بخورید و اون کالری که از دست میدید بسوزه. پس هدفهای ورزش کردن هم چیزه خیلی مهمه. میخواد بسوزونید، میخواد اضافه بکنید. و نکته آخرم اینه که خیلی‌ها میگن که حالا من دوست ندارم بدوم، دوست ندارم کاردیو برم. کاردیو خیلی چیز خوبیه برای پایین بردن وزن. منم حقیقتش کاردیو رو دوست ندارم، تمرین‌های هوازی رو دوست ندارم، درصدی که تمرین‌های هوازی خیلی خوبه. مثلا من زمان کووید خیلی میدویدم چون باشگاه تعطیل بود، نمیتونستی بری اونجا، همه کرونا داشتن، مجبور بودم بدوم، یه کار دیگه نمیشد. میرفتم 5 کیلومتر دور خونم میدویدم تو سرمای شدید، مثلا ساعت 9 شب زمستون، سرمای شدید. اول روز اول اصلا خندتو میگرشد بگم من کاپشین رفتم، چون میدوید بدنتو گرم میشه. کاپشین هم در آوردم اینقدر بدنم گرم شد. دو اینقدر خوبه. ولی فکر نکن که تنها راه چربی سوزوندن دویدن، نه، با وزنه برداری، با وزن زدن، ویت لیفتینگ، فیتنس، چربیتون میسوزه. اگه چربی دارید، چربیتون میسوزه. تنها چیزی که باید کنترل کنید
خیلی روش چیزن، خیلی روش توجه نمی کنن، غذا خوردنه. اگر بتونیم غذا خوردنتون درست بکنید، چربیتون میسوزه. دلیل این هست که من 37 سالم هنوز شکم ندارم، ولی میبینم مثلا پسرم اون شکم داره، یا تو ایرانه، یا مثلا میبینم داداشم مثلا یه ذره شکم داره. چرا؟ چون رعایت نمیکنن، بعضی وقت کنترل دهن ندارن، هر چی میذاری جلوشون میخورن، یعنی دست خودشون نیست. خب مثلا یه شما فرض بگو داری باش حرف میزنی، یه دونه آجیل میذاری جلوش، شروع میکنه اتوماتیک شروع میکنه میخوره، فکر نمیکنه که این آیا تأثیری میذاره به اون کالری من یا نه، آیا این چربی داره یا نه، اون کوکاکولایی که من میخورم چربی داره یا نه. منم خودم نوشابه میخورم، ولی مثلا نه اون نوشابه‌ای که هر روز بخورم یا تو یخچالم نباشه، غذا از گلوم نره پایین، چون بعضی فکر میکنن نوشابه چاواز کنه. بنابراین این چیزها رو باید رعایت بکنید. این قضیه رو میگم چون انگلیسی‌ها یه عادت دارن، موقعی که نیو ایر میشه بهش میگن نیو ایر رزولوشن، وقتی سال جدید میشه میخوام برن بدنسازی یا جیم تمرین بکنن، تمرین رو شروع بکنن، میگن ماه اول میچسبم به تمرین رو شروع میکنم. لیوا یکی از رفیقای من، اونم همین کاری کرد، گفت پارسال همین اول جنوری گفت من میرم باشگاه شروع میکنم تمرین کردن. گفتم همه همینو میگن، تو میری باشگاه یه روز دو روز تمرین میکنی، یه ماه دو ماه تمرین میکنی ول میکنی. گفت نه، یه ماه چسبید بهش، بیشتری ها یه ماه تمرین میکنن، دو ماه تمرین میکنن ول میکنن، این یه ماه چسبید، دو ماه چسبید، سه ماه چسبید بهش، چهار ماه دیگه ول کرد، چهارم ماه. میدونید یعنی باید کنسیستنت باشید، یعنی مثل یه کار بهش نگاه بکنید. مثلا آرنولد میگه که، یارو میگه چرا الان 80 ساله ده هنوز داری تمرین میکنی؟ میگه دلیل این که من به همون دلیلی که من صبحونه میخورم، امروز صبحونه میخورم، فردا نباید بخورم، فردا میخورم، پس فردا میخورم، پس فردا میخورم، بخش زندگیمه. بدنسازی هم اینه، منم همینجوری فکر میکنم، بخش زندگیمه. یعنی یه موقع میرم هالیدی، سه هفته میرم تو هالیدی، یه باشگاه پیدا میکنم میرم، بخش زندگیمه. مثل غذا خوردنه، غذا خوردن بخش زندگی نیست مگه؟ شما میرید رستوران غذا میخورید، باشگاه هم همینجوریه، شما باید برید باشگاه تمرین بکنید. اگه میبینید 4 روز 5 روز مثلا تو هالیدی هستید، یا مثلا تو حالت جایی هستید که میخواید استراحت بکنید، اینا میبینید که نه واقعا میخواید تمرین بکنید، میرید باشگاه تمرین میکنید، یه جلسه میرید این باشگاه تمرین میکنید، میرید یه جلسه میرید اون باشگاه تمرین میکنید، بخش از زندگیه. بعضی میگن من میرم رستوران، بعضی میگن من میرم کلاب، بعضی میگن من میرم بار، مگه اینا بخش زندگیشون نیست؟ شما میتونید بگید من میرم به جایی که برم پاپ، به جایی که برم کلاب، میرم بدنسازی، میرم جیم تمرین. بخش زندگیتون باید باشه، نه بسنده کنید به رفیقتون بگید که آی این امروز من میخوام با من نیامد، منم نمیرم. اینجوری نباشه. من 12 سال تنها تمرین کردم دیگه، آخرا داشتم رفیقامو تمرین میدادم و داداشمو، که مهدی هم الان هنوز با من تمرین میکنه، بعضی وقتا میبینم پا نمیتونه بزنه. زمانتون رو باید تنظیم بکنید، باید دور زندگی رو تنظیم بکنید. من 10 شب باشگاه رفتم، فوق العاده سخته، 10 شب باشگاه رفتم، 8 شب رفتم، 4 صبح رفتم. بهترین زمانش هم همون یا صبح یا قبل ساعت 4 یا قبل ساعت 5. پس اینا چیزایی هست که توی میخواستم بهتون بگم. حتما ساپلمنت هم نباید داشته باشید، بگی من ساپلمنت داشته باشم میتونم برم. روسیه یا سالهای سال با سیب زمینی تمرین میکنن، یعنی سیب زمینی میخورن. سیب زمینی هم کاربز داره، هم پروتئین داره، پروتئین یه مقدار کم داره ولی بیشترش کربوهیدرات. کربوهیدرات و پروتئین چربیای سالم، برای که تو روغن زیتون هست، روغن آووکادو هست اینا، و فایبر که باعث میشه بدنتون سیستمش خوب کار کنه. غذا خیلی مهمه و الان هم دورانی هستش که غذا خیلی گرون شده، به خاطر همین هم هستش که بدنسازی یعنی خرج کردن، ولی یه مقدار خرج کنید به بدنتون. حالا خونه پدر مادرتون زندگی میکنید، بعضی موقع میبینید که اون غذایی که اونا درست میکنن بازم کمه. باید جایی باشید مثل من که خونه خودتون داشته باشید و بدنسازی از شما یه آشپز درست میکنه، یا باید انقدر پول خرج بکنید برای غذاهای خوب، یا اینکه غذاتون رو خودتون درست بکنید. غذاش هم خیلی سخت نیست، فقط بدمزه است. یعنی کرم بلوکری رو نمیدونم، سیب زمینی و هر چیزی که بی‌مزه است باید بغل هم دیگه بذارید بشه غذای بدنسازی، و همه این کارو انجام میدن، میخورن. حالا من نمیگم انقدر استریکت باشید، غذای ایرانی خوش هلتیه، مثلا برنج هلتیه، کبابی که میخوریم هلتیه، فقط روغنی نباشه، ولی اون بدنسازی رو فعلا شروع بکنید، 3 روز در هفته رو شروع بکنید و بهونه نیارید. تو این ویدیو خیلی جمع و جور خواستم اینا رو بهتون بگم.
در رابطه با بدنسازی سوال بکنید. من یه پلیلیست فقط میخوام در رابطه با بدنسازی درست بکنم، مثل همون ویدیوهایی که در رابطه با تکنولوژی و تکموت صحبت درست خواهم کرد. چرا؟ چون بدنسازی، برنامه نویسی و ویدیو درست کردن، اینا علاقه های منه که من میتونم در رابطه باش، تنها چیزایی هست که من میتونم در رابطه باش حرف بزنم تا چیزای دیگه، تکنولوژی، بدنسازی و در رابطه با هر گجتی میتونم صحبت کنم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. شب بخیر، من برم فعلا بخوابم. خداحافظ.